آقای حسینی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو با دور تیوی شرکت میکنید. من سلام میکنم خدمتتون و مرسی که این وقت رو من دادید. در خدمتتون هستم. آقای حسینی شما برادر همسر احسان مازندرانی فعال سیاسی و روزنامه‌نگار زندانی هستید که یک ماه پس از آزادیش در 23 بهمن ماه دوباره در 22 اسفند بازداشت شد و گفته بود که از لحظه بازداشت دست به اعتصاب قضا میزنه. وضعیت احسان الان چطوریه؟ خب احسان دقیقاً بعد همون روز یکشنبه که بازداشت میشه طرف انگار سازمان اتحاد سپاه پاسداران در اعتراض به روند غیر قانونی سیاسی و خودسرانه این دستگیری خب دست به اعتصاب قضا خوش میزنه که امروز روز پنجم اعتصاب قضاش هستش و چیزی که من یادم میادش دقیقاً چند سال گذشته موقعی که آقای روحانی انگار انتخاب شد به مقام ریاست جمهوری در اولین کنفرانس مطبوعاتی که با خبرنگاران داشتن ملیح انگار به عنوان خبرنگار اون زمان خبرنگار روزنامه بهار بودش که آقای روحانی سوال میکنه که در خصوص انگار باز شدن انجمن سنفی روزنامه نگاران و خوشحال از اینکه امید و انگار به جامعه برگردون آقای روحانی، ولی خب حالا دوباره بعد چند تا بعد نزدیک به انتخابات دوباره اتفاقات داره میفته و روزنامه‌نگاری دستگیر میشن و از جمله احسان و خب این میتونه پیش بینی بشه که در راستای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری 96 باشه و همچین بی دلیل هم نیستش چون که احسان آزاد شده یک بار و 30 روز گذشته و بعدش دوباره بازداشت شده. حالا همونطور که خودشون ادعا کردن که اشتباه شده و احسان نباید آزاد می‌شد، امیدوار اعتراف کنن که اشتباه کردن، اینها رو دستگیر کردن. آقای حسینی، دادستان تهران مصاحبه کردند و گفتند که بازداشت مجدد احسان مازندرانی مربوط میشه به ادامه محکومیت ایشون. با توجه به حکم آزادیش که الان در دست ما هست، این اسنادی که الان در دست هست، شما صحبت‌های دادستان تهران رو چگونه ارزیابی میکنید؟ دقیقاً برای همچون مصاحبه که دیروز آقای جعفری زرادوادی کردن اشاره کردن که انگار بازداشت مجدد احسان برمیگرده به همون پرونده قبلی، ولی خب این مقدار مضحک و خنده‌داره چون که پرونده احسان انگار مختومه اعلام شده و احسان آزاد شده، همونجور که انگار حکم آزادی احسان توی اون تاریخ 22 بهمن 1896 انگار صادر میشه و احسان با حکم زندان از زندان آزاد میشه و مسئله ای نبوده که بخواد احسان دوباره برگرده بدونه به خاطر حکم قبلی، چون مسئله کاملا تموم شده و احسان آزاد شده. همونطور که مدارکش میام توی انگار شبکه مجازی هم انگار اینجا داره شده و چیز عجیبی نیست، تمام اون برگه ها داره برای این ازش که احسان آزاد شده و انگار دوران محکومت شده به پایان گذرانده. آره یک بحثی هم واسه چی میگم، موقعی که ماموران وارد انگار منزل احسان میشن و میخوان ببرنش و وقتی که میپرسن که برای دلیل انگار حکم چی هستش، اونا میگن که احسان بعد برمیگرده برگردن و آزادش اشتباه بوده و ما اشتباه احسان رو آزاد کردیم و اصلا واقعا خنده داره که جدا بعد یک معتاد میفهمن که اشتباه یک نفر، یعنی این دستگاه قضایی مشکل داره، انگار دستگاه انگار اون سیستم زندان اشکال داره و اگه یک نفر اشتباه آزاد کردن این واقعا خنده داره، یعنی برای خودشون بده اگر یک نفر واقعا اشتباه که این مطمئنا اشتباه هم نبوده، چون که توی اون نامه حکمی که انگار از طرف خانم انگار فتان فتایی صادر شده انگار پرونده مختومه شده و احسان آزاد بعد میشه بعد از یک سال و دوازده روز. آقای حسینی، موارد اتهامی احسان در همون بازداشت اولیه، یا بهتر بگیم برچسبایی که به احسان زدن در همون بازداشت اولیه چه بوده؟ البته خب اینها روی این اسنادی که در صفحات مجازی الان منتشر شده وجود داره، ولی لطف کنید برای بینندگان ما بیان کنید این موارد رو. خب توی اون بحث اولیه موقعی احسان بازداشت همون انگار سال گذشته، بحث اول توهین به مقام معظم انگار مقام رهبری و مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بودش که خب توی همین این دو تا مسئله میتونه مدار جای بحث هستش که چه اجتماع و تبانی میتونست احسان علیه امنیت کشور بکنه و توی حتی این پرونده که احسان با عنوان یکی از اون محکومین بود همراه 4 نفر دیگه،
به عنوان پروژه نفوذ هیچ موقع طرف‌های مقابل معرفی نشدن. چطور یک نفر با خودش میتونه تبانی کنه و انگار اجتماع هم بکنه یک نفری؟ و این کاملا خنده داره. و اون بحث انگار توهین به رهبری هم از به نظرم از ریشه بی اساس و هیچ اعتباری نداره. حالا خارج از همه اینها اون بحث انگار محکومیتش گذشته و احسان آزاده. و مسئله این هست که بعد آزادی احسان یعنی قریب از 29 روز کمتر از یک ماه دوباره بدون اینکه یعنی هماهنگی بکن، اگر حتی اگر زندانی مهدانش تمام هم نشده بوده و در انگار مرخصی به سر می برده، باید باش تماس می گرفتن. حتی احسان همچنان وثیقش در رهن انگار قوه قضاییه هستش. اگر خودش جواب نده باید به وثیقه گذار زنگ بزنن، نه اینکه چند نفر رو بفرستن دوباره دم در خونه و وارد منزل بشن و با این وضعیت این بار دستگیرش کنن، که همونطور که من قبلا هم گفتم با شوکر برقی احسان رو میزنن. و شاید به خاطر اون فایل صوتی که هیچ موقع میگم شایدش بنویس بخواد انتشار داده بشه، صدای باتون برقی رو من میشنوم و اون رفتار مأمور یا مأمورانی که با خواهر ملیحه و خود احسان میکنن. آقای حسینی، شما به خواهرتون ملیحه حسینی اشاره کردید. گویا فشارها بر روی ایشون هم زیاده و به تازگی ایشون رو از کار هم برکنار کردن. لطف کنید در این باره برای بینندگان ما توضیحاتی رو بفرمایید. خب بله، دقیقاً میگم انقدر این روزها خبرای انگار عجیب میشنیم که دیگه عادت کردیم. اینم عجیب نیست اونقدر، چون که انقدر این توی این روزها و توی این سالها حتی ملیحه در کنار احسان انقدر تحت فشار بوده که اینا رو خیلی تحمل کنه و خودش رو نبازه. ولی خب میگم امروز دوباره تصمیم خیلی عجیب و خنده‌دار اومد از طرف انگار روزنامه فرهیختگان که ملیحه نباید از امروز سر کار بره دیگه. و بعد از اون هم ملیحه خودش دوباره روی صفحه اینستاگرامش، یعنی اینستاگرام جدیدش، چون اینستاگرام قبلی ملیحه بعد از انتشار همون نامه آزادی، حکم آزادی احسان روی اینستاگرامش انگار از دست از خارج شد، نمیخوام بگم هک شد، و روی اینستاگرام جدیدش یک توضیح رو نوشته در خصوص همین مسئله که از فرهیختگان اخراج شده و حلیه طایبه بچه های فرهیختگان و اون بارز و بانی اون حرکات هم به خدا سپرده و براشون طلب مغفرت کرده. سلام آقای روحانی، ملیحه حسینی هستم از روزنامه بهار. آقای روحانی، من میخوام با شما درد دل کنم. تو این 8 سال به ملت ایران خیلی سخت گذشت، به جامعه روزنامه نگاران ایرانی سخت تر. آقای روحانی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تنها خانه امید روزنامه‌نگاران تا امروز درش قفله. آقای روحانی، شما امید رو به ایران برگردوندین. آقای روحانی، توقع روزنامه‌نگاران این هستش که تنها خانه امید ما رو به جامعه روزنامه‌نگاران برگردونید. امید رو که من برنگردوندم، مردم برگردوندن امید رو، واقعا با حضورشون، با نشاطشون، با مشارکتشون. هر چه ما داریم از این مردم داریم. من نه تنها اون انجمن را، بلکه معتقدم هر انجمنی رو طبق قانون باید فعال بکنیم، به دلیل اینکه این انجمنهای صنفی بهترین راه برای اداره مسائل جامعه است. اداره مسائل جامعه باید به خود صنف برگرده، به خود انجمن حرفه‌ای و صنفی برگرده، و بنابراین من تلاشم را در این راه خواهم کرد. آخرین سوالی که از شما دارم آقای حسینی، شما علت این برخوردها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ احسان رو بازداشت میکنن در 11 آبان 94، دوباره با اون برچسب ها، دوباره بعد از اینکه یک سال در زندان هست حکم آزادیش صادر میشه، دوباره یک ماه بعد احسان رو بازداشت میکنن با این وضعیت، با شوکر برقی، فشارها بر روی خواهرتون زیاد میشه، چه هدفی رو دنبال میکنن؟ میگم این امیدیم چند تا انگار مسئله هستش، یعنی حدس و گمان هایی هستش که میشه حد یعنی داشتش. یک مسئله هستش که خب میگم اون مثلا فردی که میگم در دانشگاه آزاد انگار به مقام مسئولیتی داره، وقتی که پرونده سازی میکنه بر علیه احسان
و همون فرد میاد ملیحه رو اخراج میکنه. و حالا این به چه دلیل و چه انگیزه ای هستش خودش جای سواله که یا شخصی هستش یا اینکه فرستاده یک شخص یا یک ارگان یا یک نهادیه. و اگر میگم واقعا فرستاده یک شخصی باشه، این واقعا کارش اشتباهه، چون که این دنیای انگار امروزی خیلی کوچیکه و هر لحظه امکان داره که اون گریبانگیر خودش هم بشه. همونجوری که من چند وقت پیش توی یکی از این خبرگزاری ها میخوندم که راجب انگار پسر خودشون که ایشون هم تو همینجور با خودشون تقریبا کار میکنن، یک سری مسائلش میومد بیرون که جلوش هم حالا گرفته شد و نمیدونم به چه طریق جلوش گرفته شد که بیشتر از این درس یعنی پوشش داده نشد و بیشتر از این بیرون نیومدش. ولی تا همونجاش هم مدرسون میخوندیم اون فساد در خودش و خانواده خودش بود که از اون دلش نشأت میگرفت. ولی حالا من کاری به اون ندارم و میسپاریمشون به خودشون. و میگم مسئله که همیشه فشار میام روی انگار حتی بعد از دستگیری احسان هم روی ملیحه زیاد بوده که کار بکنه و چیکار نکنه. حتی همون روز میگم دستگیری احسان توی منزل انگار تهدید میکنه اون مأمور، آقای فیلم کنم مهدی بهاری هستش، چون اسمشو توی انگار چیز خونده بودش ملی روی انگار کار شناساییش که احسان با شوکر برقی میزنه. ملیو بارها تهدید میکنه که دست من میزن و تو هم میبرمش. و بعد از اون هم دوباره تهدیدش کردن که این کارو نکن و این چیزها رو نگو، این مدارک رو توی انگار اون اسناد و مدارک رو توی صفحه مدادی و رسانه ها نده. و اگر یک روزی هم میگم امروز اخراج شده، اگه فردا هم بازداشت بشه، میگم جای تعجبی نیست، جای افسوس بیشتر. آقای حسینی سپاسگزارم. قربانتون، مرسی.